سلام عرض میکنم، خیلی ممنون که در واقع وقت گذاشتید برای دیدن فیلم و آماده هستم که اگر سوالی باشه در خدمتتون باشم. از خانم شاکر دوست و آقای شکیبا پرسیدن آیا فکر میکنید این همکاری با خانم آبیار دوباره براتون سیمرغ میاره؟ فکر میکنم فیلممون کاری که باید بکنه رو انجام داده. امیدوارم فقط خوب دیده بشه و منصفانه قضاوت بشه. همین که ما بتونیم یک تاثیر مثبت گذاشته باشیم، این بزرگترین جایزه‌ایه که برای شخص من فکر میکنم هست. کار کردن با خانم آبیار خودش بزرگترین جایزه میتونه برای هر بازیگری باشه. خانم عباسی، نقش برای شما چه چالش‌های تازه‌ای داشت؟ کار کردن با خانم آبیار در هر نقشی خودش یک چالش خیلی دلنشین و جذاب به حساب میاد. از آقای شکیبا پرسیدن که فکر میکنید چه کسی بهتر از شما میتونست این نقش رو بازی کنه؟ سعی کردم به هر حال چالش برای خودم ایجاد کنم و سختیشم یه جورایی در حین فیلم برداری بود که 12 ساعت سر فیلم برداری، اونم نقش اینجوری. نمیدونم کی حوصله این چیزا رو داره، ولی من حوصله‌اشو داشتم. حالا امیدوارم که خوب شده باشه. میگفتن که فیلم بسیار نمادینه. کلا نماد در فیلم‌های من همیشه هست، حالا نه به اون معنا که خیلی گلدرشت باشه. فیلم نام‌نویس خودتون بودی، چطور شد همراه خانم پریسا کرزیان این کار رو مشترک انجام دادی؟ در واقع فیلم نامه اولیه خانم کرزیان نوشته بودن. هیچ ایرادی نداره، من واقعا دوست دارم که هم کار اقتباسی بکنم، چون انقدر رمان ها و داستان های جذاب داریم که حیفه واقعا اینها زمین بمونه. لوکیشن اصلا از اول در فیلم نامه در زورآباد اتفاق میفته. زورآباد هم میدونید که کجاست، یعنی حاشیه کلان شهرها که خیلی از طبقات مردم محروم در واقع میرن اونجا و اونایی که خونه ندارن، زندگی ندارن، شروع میکنن یه چادری رو بنا میکنن. این یک شرایط پیچیده انسانیه. من این نقطه مشکل رو نشون دادم. آیا نمادگذاری های بیش از حد در فیلم آسیب نزده به خود فیلم؟ البته که بهتون بگم هر کلمه میتونه کارکرد نمادین داشته باشه، هر متنی، یعنی اگر تصویر رو به مثابه متن در نظر بگیریم میتونه کار کرده نمادین داشته باشه. خانم آبیار، اگر جای شخصیت اصلی زن داستان بودید در مقابل دسترازی مرد و در انتها چه کاری انجام میدادید؟ خیلی سوال سختیه و من اصلا در این فیلم اون سوال سخت رو مطرح کردم. کلن من آدم بیکلهیم، یعنی ممکنه تا پای جان هر چیزی اصلا بریزه به هم، دنیا بریزه به هم. سوال من از شما مطرح کردم، شمای مخاطب. میخوام بگم که این مشکل وجود داره و این پیچیدگی شرایط انسانی وجود داره. خانم آبیار، شما مسیر رو با فیلم شیار 143 شروع کردین و به عنوان فیلمساز ارزشی مورد تقدیر و توجه قرار گرفتین. آیا با این فیلم در صدد ورود به سینمای فمینیستی و جلب نظر روشنفکران و جشنواره خارجی هستین؟ من یه جا مصاحبه کردم، گفتم که اصلا واژه ارزشی معیاراش خیلی بزرگتر از این چیزی که ما به کار میبریم. یعنی اگر واقعا با معنای واقعی بهش بپردازیم، آقای فرهادی فیلمساز ارزشی، چون اخلاق در فیلمهاش حرف مهمیه و میپردازه به پیچیدگی های اخلاقی انسان در شرایط مختلف. در نتیجه از این جنبه گفتم من واقعا خودم آدم ارزشی به اون معنا نمیدونم، کاش بودم واقعا. ولی شیار 143 فیلمی بود در مورد زنی که پسرش رو در جنگ گم کرده و انتظارش رو میکشه. یه نگاه معرفتی داشت به این انتظار. نفس در مورد تخیل کودکان، یک جهان معصومانه کودکیه. من نمیفهم الان مثلا چه تضاد اینا دارن. من فقط تصمیمم این بوده که فیلمایی بسازم که با هم تفاوت داشته باشن. سعی کنم که هی در جا نزنم و فیلمهای شبیه هم نسازم، روی موج موفقیت‌های فیلم‌های قبلیم سوار نشم. از همه خانواده ابلق تشکر میکنم و بیش از اونم از شما تشکر میکنم که اینجا حضور داشتید.